به نام خدا و با سلام، شما بیننده خبر برتر از تلویزیون نگاه هستید. امید که تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. افغانستان یک کشوری هنوز هم قبیلوی است. از این رو جایگاه اقوام به خصوص متنفذان قومی در بسیاری از ساختارهای اجتماعی سیاسی همچنان به قوت خود باقی است. دولت افغانستان در تلاش مصالحه با مخالفان مسلح همچنان که گزینه‌های دیگری را نمایش کرده است، این بار می‌خواهد از نقش اقوام و سران قومی در رسیدن به صلح کار بگیرد. با توجه بر اینکه بافت‌های قومی در افغانستان جایگاه خود را دارد، آیا می‌شود به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در مصالحه به نقش سران قومی و متنفذان اقوام تکیه کرد؟ پاسخ این پرسش و جایگاه سران اقوام در روند مصالحه با مخالفان مسلح دولت را در این برنامه جستجو می‌کنیم. گفتیم که با توجه به بافت‌های قومی در افغانستان، اقوام و متنفذان قومی در این کشور حداقل در عرصه‌های سیاسی اجتماعی اگر به لایه‌های زیرین ساختارهای سیاسی افغانستان ریشه ندارد، نقش بی‌اثر هم ندارند. ساختارهای قومی در افغانستان از جایگاه اثرگذاری برخوردارند و این واقعیت جامعه ماست که نمیتوان آن را نادیده گرفت. کمتر رویدادهای سیاسی را سراغ داریم که سیاستگزاران افغانستان در آن به نقش اقوام تکیه نکرده باشند. در شرایط فعلی دولت میخواهد تا با تکیه به نقش سران قومی خاصتا در مناطق ناآرام کشور روند مصالحه با مخالفان مسلح را از خطر شکست نجات دهد. نخستین پرسش ما در این برنامه این است که نقش اقوام و متنفذان قومی در پروسه مصالحه در چه حد اثرگذار است؟ یکی از ارزش‌هایی که امروزه پذیرفته شده در جامعه ما بحث پلورالیسم و تکثرگرایی در بحث اقوام هست. به هر صورت برخلاف گذشته افغانستان، امروز تکثرگرایی در بحث اقوام و پذیرش تمامی اقوام و ملت‌های ساکن افغانستان در ساختار قدرت و مشارکت اقوام در قدرت به رسمیت شناخته شده و بناست که این مشارکت نهادی نشود. آیا مصالحه با طالبان با چه بهایی صورت می‌گیرد؟ به بهای از دست دادن این باورها و این اعتقادات مردم افغانستان؟ اگر فرض بگیریم که مصالحه بر اساس یک معیار مشخصی هست و ارزش‌هایی را که مردم افغانستان بر او توافق دارند از او دست نمی‌کشند، یکی از او ارزش‌ها بحث تکثرگرایی و پلورالیسم و بحث مشارکت اقوام هست، طبیعی است که در پروسه‌ای که منجر میشه به مصالحه با طالبان، نقش اقوام مختلف متنفذان قومی بسیار مهم و اساسی و بنیادی میباشد. در غیاب سران اقوام، در غیاب نمایندگان واقعی اقوام، در غیاب اشخاص متنفذ مربوط به اقوام، هر نوع پروسه‌ای در افغانستان میتونه پیشاپیش محکوم به شکست باشه. اما یکی تا چه زمان ما باید از نهادهای غیر رسمی برای مشارکت اقوام استفاده کنیم و یا به نام اقوام وارد یک پروسه شویم، این یک جای بحث است. تا جایی که میتوان از طریق نهادهای رسمی که به نمایندگی از اقوام اونها میتوانند در سرنوشت مردم افغانستان نقش بازی کنند، از این نهادهای رسمی کار گرفته شود، به نظر من رفتن به سوی نهادهای غیر رسمی ولو به نام اقوام و با مشارکت اقوام میتونه که تا حدودی چالش برانگیز باشد. سران اقوام در امر ایجاد صلح و ثبات کلیدی است، اما اگر قرار باشه کدام مذاکره به طور واقعی در آجندای حکومت قرار داشته باشد، در طول سالهای اخیر از نام مصالحه و تفاهم بیشتر بربرداری سیاسی شده. یعنی هر یک از گروه ها، چه جامعه جهانی، چه حکومت افغانستان، چه شخصیت های سیاسی منفرد، از نام مصالحه با طالبان، با مخالفان یا هر چیزی که نامش را گذاشتن، به شکل مقطعی استفاده کردن. تا حالا یک بازی بوده، اما اگر قرار باشه در سطح کل مصالحه در کار باشه و واقعا
یک آجندای مطابق خاص کشورهای منطقه، حکومت افغانستان و جامعه جهانی وجود داشته باشه، نقش شخصیت ها و سران قومی کلیدی است و کم رنگ جلوه دادن حتی رگه های بسیار کوچک قومی بر تمامی سرنوشت صلح و ثبات تأثیر بس ناگوار بر جا میگذاره. این قضیه نه در افغانستان که در تمام جوامع مصداق داره، اما در افغانستان که حالا حساسیت ها از گذشته باقی مانده، سران اقوام هرچی که هستن در هر موقعیتی که هستن و شخصیت های مربوط به جوامع قومی از این پروسه اصلا جدا بوده نمیتواند. در شرایط فعلی که جنگ یک بار دیگر دامنگیر کشور شده و نظام موجود توانایی پیش برد جنگ نداشته و یک راه برد منظم برای کنترل اوضاع نداره، یک بار دیگر چنگ میزنه به دامان سران اقوام تا هیچ اونا با نفوذی که در منطقه دارن بتانن اون منطقه را آرام داشته باشن. اما من میخوایم یک مثال بزنم از زمانی که انقلاب 77 صورت گرفت تا حاله که هیچگاه با تأسف نقش سران اقوام زیاد اثرگذار نبوده و بیشتر یک نوع تشریفات و یک نوع برخورد سمبولیک از طرف دولت و از طرف سران قبایل صورت گرفته. معمولا نارامی ها بیشتر در این مناطق محسوس بوده. ما هرگاه وضعیت را که هر نظام افغانستان و طرف بی‌ثباتی کشیده مطالعه بکنیم، بیشتر ببینیم که از جنوب سر کشیده، پس معلوم میشه که نقش سنتی اقوام تا اندازه زیاد ضعیف شده. جبهات سیاسی در کشورهایی که به ساختارهای قومی توجه بیشتر میشود همیشه پشت سنگر قومی قرار دارند. به یاد داریم که تا چندی پیش دولت و جامعه جهانی از اینکه گروه طالبان از افراد ملکی در برابر حملات نیروهای خارجی و داخلی با عنوان سپر انسانی استفاده می‌کرد به شدت گلایه داشتند. ممکن در مواردی طالبان توانسته باشند با استفاده از زور غیر نظامیان را سپر خود ساخته باشند، اما در بیشتر موارد آن مردمند که به دلیل وابستگی‌های قومی خود برای طالبان سپر می‌شوند. در این طرف جبهه دولت نیز در نزدیک به 10 سال گذشته با توجه ویژه‌ای که به مناطق ناآرام داشت تلاش کرد تا حمایت سران و اقوام و قبایل را به دست آورد. از راهکارهای مختلفی کار گرفته شد تا در دل سران قبایلی که بیشتر با طالبان همکارند جایی برای دولت باز شود. اما سوال این است که با گذشت نزدیک به 10 سال کدام یک در این زمینه بیشتر موفق بودند؟ باور من هست که دولت از نفوذ چندان در قبایل برخوردار نیست، برای هیچ یکی از مرکز دور افتادند. دوم هیچ که فساد موجود در داخل دولت نه تنها قبایل بلکه تمام مردم افغانستان نسبت به مدیریت دولت ضعیف ساخته. پس امروز اگر ما جوانانی که در صف مخالف دولت ایستاده هستند می جنگند، بیشترش پسران امان مردمان هستند، بیشترش عضو قبیله هستند، گرچه که اونا نسبت به اعضای قبیله احترام دارند، اما تأثیری که جریان طالبا بالای روحی از اینا گذاشته، اینا را تا اندازه زیاد از خط قبیله به طرف خط طالبان کشانده. پس بیشترین پرسنل یا نیروی مبارز از امین بخش افغانستان می باشه، اما تأثیرگذاری سران قبایل و اقوام بالای نیروی جنگی طالبا تا اندازه زیاد موقتی یا ضعیف است و دولت باید قدم اول با سران قبایل صحبت بکنه و با دادن یک سلسله امتیازات اونا را قانع بسازه که جنگ راه حل نیست، بلکه برای پسرانتان، برای اعضای قبیلتان هی پیشنهاد بکنید که در صفحه دولت قرار بگیره، هم با وجود از او هم برای تامین روند سال از هر ابزاری که استفاده شود مفید است. بخش اعظم مخالفین مسلح دولت افغانستان را طالبان تشکیل میده. طبیعی است که طالبان یا میتونه یک جنبش قومی باشد و یا یک جنبش بر اساس یک ایدئولوژی خاص و یک تفکر خاصی از اسلام.
که اگر بخوایم قضاوت بهتری داشته باشیم این یک تفکر خاصی از در حقیقت و برداشت خاصی از اسلام هست که منتها در قالب یک جنبش قومی شکل گرفته و ما شاهد بودیم در دوران حاکمیت طالب ها در افغانستان عملا حاکمیت به دست قوم خاص و ملیت خاص بوده و سایر اقوام در حاشیه رانده شده و نه تنها حضور آنها و مشارکت آنها در بدنه حاکمیت سیاسی پذیرفته نشده بلکه حاکمیت آن روز در صدد تضعیف و حتی از بین بردن سایر ملیت ها و سایر مذاهب در افغانستان بود. بنابراین طرف مقابل دولت افغانستان که طالب ها باشد نفوذ قابل توجهی در میان اقوام و ملت های مختلف و متعدد افغانستان نداره و عمدتا مبتنی و متکی و برخی از اقوام افغانستان هست. اما طرف مقابل که دولت افغانستان باشد لااقل به صورت نسبی توانسته است مشارکت اقوام را در بدنه قدرت تمثیل کنه و تا حدودی میتونه در میان اقوام طرفدار و نفوذ داشته باشه، نفوذی که به آسانی نمیتوان آن را در میان طالب ها پیدا کرد. جامعه افغانستان